بر موج برنامه اطلاعاتی خبر. چیپته هواپیما ارزان می شود. روسیه برای شرکت های هواپیماییش 100 میلیارد روبل جدا می کند. در تاجیکستان با مردی برای کشتاری مادرش حکم ابد دادند. بروزیگی آزاد رحمان جوانانی سوخت و خطوان و بدخشان مهمانی خانه هم می شوند. این فجور در یک ولایت افغانستان که هم مرز تاجیکستان است. روسیه کنسولگری های کشورهای ساحلی بالتیکا را بست. با شرح بیشترین خبر و رویدادها با شما هستم مرتبه رحمانوا. سلام. حکومت روسیه به شرکت های هواپیمایی این کشور برای قسمان جبران کردن پروازها در داخل کشور 100 میلیارد روبل جدا خواهد کرد، گفت سروزیر روسیه میخائیل میشوستین. سیاستمدار همچنین از وزیر نقلیات خواسته است که این مسئله را تحت نظارت شخصی خود بگیرد تا این برنامه خوب اجرا شود. مینویسد ریا نوستی. در جلسه حکومت او قید کرد که دیوان وزیران چاره های دستگیری نقلیات هوایی را در برابر تحریم ها ادامه میدهد، زیرا صاحب به محدودیت و ممنوعیت جدی از جمله در رابطه به تامین قسم های احتیاطی و نگهداری هواپیما دچار شده است. میشوستین افزود که این تدبیر از همین ماه به کار شروع میکند و تا ماه اکتبر ادامه خواهد کرد. سروزیر روسیه امیدوار است که این تدبیر نمیگذارد تا نرخ چیپته در پروازهای داخلی گران شود، یعنی اون دوره های اساسی تعطیلی مکتب بچگان را در بر میگیرد. امیدواریم که چنین تدبیر امکان میدهد حمل و نقل مسافران توسط هواپیماهای وطنی در سطح سال گذشته نگاه داشته شود و ارزش چیپته ها در این دوره برای شرکت ها دسترس باقی میماند، گفت سروزیر. با تاجیکستان 4 شرکت هواپیمایی روسیه پرواز میکنند. ماه فوریه قیمت چیپته های این شرکت ها یک بار به طور بی سابقه بالا رفت و اگنتی اویاسیای گرجدنی نزد حکومت تاجیکستان از شرکت ها خواسته بود که نرخ های ثابت خود را پیشنهاد کنند. در این راستا شرکت ها وعده داده بودند که از موسم نو، یعنی 28 مارت نو وابسته از بالا رفتن قرب دلار، نرخ چیپته ها را از حدود 250 تا 350 دلار بالا نمیبرند. همچنین پیشتر خبر داده شد که نرخ چیپته های سمت روسیه تاجیکستان یک بار پایین رفت. گفته شد که ارزش پرواز به تاجیکستان 22% ارزان شد. نرخ چیپته های سمت تاجیکستان تقریبا 10000 روبل می باشند، اما قیمت چیپته های سفر به روسیه گرانتر است. دادگاه عالی تاجیکستان قاسیموف مستقیم ساکن شهر روغون را با جرم آدمکشی روانه زندان کرد. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی پراکوراتوری ژنرالی تاجیکستان، قاسیموف در قتل مادرش گناهکار دانسته می شود. با اطلاع منبع در رفتی تفتیشات پیشکی و بررسی سودی معین شده است که نان برده با زن و فرزندانش همراهی والدینش میزیست است. مادر باشد بنابر سببی در یگون جای کار نکردن پسرش او را نصیحت کرده، می فرموده است که در یگون جا کار کرده با تامین نمودن خورد و خوراک زن و فرزندانش زندگیش را پیش برد. اما پسر از رفتار و مناسبت مادرش ناراضی و دائم در خشم و غضب قرار داشته، منتظم با او با بهانه های گوناگون مناقشه و جنجال ها میکرده است. قاسیموف 3 اپریل سال 2021 در دل شب پنهانی کرد رو گرفته به نزد حجره خوب پدر و مادرش رفته، از فرصت مناسب استفاده برده با بیرحمی مخصوص با کردی در دستش بوده به قفس سینه مادرش زده است. در پی این حادثه مقامات او را بازداشت و از جانب دادگاهی عالی با دسترسی ماده 104 قسم 2 بند وی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای یک عمر روانه زندان نظامش مخصوص گردانیدند. اولین مهمانی متشکلی جوانان نواحی گوناگون تاجیکستان به خانه همدیگر تا 24 اپریل دوام خواهد داشت، خبر داد خوار از قبل کمیته جوانان و ورزش جمهوری تاجیکستان. منبع میگوید در دایره این چوربینی که تحت عنوان دوست آید گرم در آغوش گیر برگزار می شود، نخست بیش از 100 جوان فعال تاجیک از درواز وسه و کلوب بازدید می کنند. با اطلاع خبرگزاری خوار، این اقدام از سوی کمیته کار با جوانان و ورزش در همکاری با مقامات محلی بر اساس روزیگی آزاده رحمان رهبری دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان عملی می شود.
ضمن بازدید جوانان به مکانهای دیدنی باب و یادگاریهای تاریخی منطقه شناس گردیده، با مقصد تحکیم دوستی و شناسایی با رسم و رسوم مهمان‌نوازی منطقه‌های اشتراکچیان در خانه‌های استقامتی جوانان این ناحیه ها جایگیر کرده می‌شوند. آمده است در خبری منبع. تاکید شده است که از جمله 50 نفر جوان فعال ولایت سوخت، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری از سوی عبدالله رحمان‌زاده، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش، به مهمانی همسالانشان با خطلون الکای فرستاده شدند. کمیته شهری خوروغ نیز الکای 50 جوان فعال ولایت مختار کوهستانی بدخشان را به مهمانی همسالانشان در نواحی دیگر سفر بر کرده است. کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان میگوید در مجموع بر اساس نقشه 9 مورد مهمانی جوانان در منطقه های گوناگون جمهوری برگزار میگردد. در ولایت قندوزی افغانستان که در هم مرز با تاجیکستان واقع است، انفجار شدید رخ داد. در این باره شبکه تلویزیونی طلوع نیوز با تکیه به نماینده رسمی خدمات امنیت محلی خبر داده است. طبق اطلاعی پیشکی در این حادثه در شهر قندوز دست کم 4 نفر کشته شدند. همزمان در پی این حادثه 18 نفر دیگر جراحت برداشتند. در باره سبب ها و مکان دقیق ترکش تا حال خبر داده نشده است. همزمان تا کنون کسی مسئولیت این انفجار های خونین را به عهده نگرفته است. یادآور می شویم که این دومین ترکش در چند ساعت است. ساعت قبل در شمال افغانستان نیز در یکی از مسجد ها ترکش سخت به عمل آمد. حادثه در مزار شریف مرکز ولایت بلخ شمالی افغانستان رخ داده است. در نتیجه این حادثه 30 نفر کشته و 80 نفر دیگر جراحت وزنین جسمانی برداشتند. سبب دقیق ترکش نیز معلوم نیست. احتمال می رود که این در پی فعال سازی دستگاه ترکنده صورت گرفته است. پس از عوض شدن حکومت در افغانستان در ماه آوگوست سال 2021 در این کشور تقریبا هر هفته ترکش ها به قید گرفته می شدند. اخیراً در پی ترکش ها در کابل دست کم 25 نفر کشته شدند. در نزد دو مؤسسه تعلیمی پایتخت صدای ترکش بلند شده بود. روسیه برخی از کنسولگری های لاتوی، لیتوا و استونیا رو میبندد و کارمندانی اونها باید کشور رو ترک کنند. گفته می شود در تورنامه وزارت کارهای خارجه روسیه. در اساس پرینسیپ متقابل این چنین با نظر داشته رسانیدن کمک نظامی از جانب مقامات این کشورها به کیو و پوشانیدن جنایت های ملت گرایانه اوکراینی، فعالیت کنسولگری ژنرالی لاتویا در سنکت پترزبورگ، کنسولگری های لاتویا در پسکوف، کنسولگری ژنرالی استونیا در سنکت پترزبورگ و در پسکوف کنسولگری ژنرالی لیتوا در سنکت پترزبورگ قطع میگردد. آمده است در خبر. در این روستا مسکو رهبران و کارمندان نمایندگی های استونیا و لاتویا را پرسنا نون گراتا اعلان کرد. کارمندان کنسولی و ماموری و تکنیکی که شهروند روسیه نیستند غیر قابل قبول دانسته می شود. وزارت کارهای خارجه روسیه به همه افراد در بالا ذکر شده دستور داده است که در همان مدتی که کشورهای ساحلی باتیکا برای رفتن کارمندان نمایندگی های کنسولگری روسیه جدا کردند، این کشور را ترک کنند. اوایل ماه اپریل مقامات لیتوا و لاتویا سطح روابط دیپلماتی با روسیه را پایین بردند. این اولین تدبیر در اروپا است. وزارت خارجه لیتوا از بسته شدن کنسولگری روسیه در کلایپیدا خبر داد و همچنین از سفیر روسیه خواست که این کشور را ترک کند. کشورهای ساحلی بالتیکا توضیح دادند که این واکنش به افزو در شهری بوچای اوکراین است که وزارت دفاع روسیه آن را اغوا می‌داند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه های دیگر تنسیتو پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.